کاملا هریس نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به همراه تیم والز فرماندار منستوتا که به تازگی به عنوان معاون خود انتخاب کرده اولین جلسه از کارزار انتخاباتی خود را روز چهارشنبه در ویسکانسین برگزار کردند والز سیاستمدار 60 ساله پیشتر در گارد ملی ارتش ایالات متحده خدمت کرده و مدتی هم معلم بوده با عقب نشینی جو بایدن از حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده آمریکا رقابت جدی بین کاملا هریس یعنی معاون اون با دونالد ترامپ هر روز مسئله مهمیه که در نظر سنجی ها و در بررسی های رسانه در ایالات متحده آمریکا داره مطرح میشه گمان زنی ها در ارتباط با انتخاب جانشین یعنی در واقع معاون هریس که پیش بینی میشد ممکنه شاپیرو فرماندار کالیفرنیا باشه با انتخابی که دیروز انجام شد یعنی فرماندان مینستوتا و تام واز رو به عنوان جانشین در واقع معاون خودش انتخاب کرد حالا تمام گمان و بررسی های رسانه ای در با اون و نقشش و موقعیتی که میتونه برای هریس ایجاد بکنه داره مطرح میشه تو آخرین نظر سنجی های رویترز تا شب گذشته کاملا هریس دست کم دو درصد از رقیب خودش یعنی دونالد ترامپ جلوتر هستش اما انتخاب واز به نظر میسه انتخاب حساب شده هستش برای اینکه نظرات گروه های بیشتری از اجتماع رو در آمریکا بتونه کامل هاریس برای خودش جلب کنه باز فرمانداری که قهوه نمیخوره مشروب نمیخوره و به دنبال کاهش استفاده از اسلحه در مینسوتا بوده تا کنون اون مبدع کمک های قضایی به دانشجو آموزان کم بزاعت بوده و در نتیجه در بین اقشاری از اجتماع محبوبیت بسیار بالایی داره حالا نظر سنجی همونجور که سمافور داره میگه به دنبال این هستش که نشون میده که اون تلاش خواهد کرد چند لایه از جامعه رو با کمک واز مورد هدف قرار بده گروه های متوسط به پایین جامعه از نظر درآمد گروه های سیاپوس رو بیشتر به رغم اینکه در بعضی از تحلیل ها گفته میشه که ترامپ با یک گردش داره تلاش میکنه که گروه های سفید رو به سمت خودش جلب بکنه و همچنین وعده هایی که در ارتباط با سوخت پاک میده واز مشهور به این هستش که در ایالت منسوتا قرار در واقع توافقی رو امضا کرده که در سال 2040 در این ایالت 100 درصد سوخت های در واقع فسیلی و کربنی از بین خواهند رفت و حالا نشون میده که کاملا حریس با انتخاب معاونش والز به عنوان معاونش داره تلاش میکنه که این نگاه ملی رو افزایش بده به رغم اینکه دونالد ترامپ چندان تمایلی به این موضوع نداشته حالا تا هفته های پیش رو بزرگترین اتفاق برای دموکرات ها نشست ملی دموکرات ها هستش و به نظر میشه در طول این مدت تلاش معاون هریس برای نشون دادن هستش که بی بخش بیشتری از جامعه یعنی مهاجرین و رنگین پوستا و طبقات متوسط به پایین رو هدف قرار بده تا در نظر سنجی ها فاصله بیشتری رو بتونه با دونالد ترامپ برای کاملا هریس ایجاد بکنه. اینجا من اردوان روزبه در واشنگتن